میگید من موچی تو اومدم بگیرم. چرا موچ منو میخواید بگیرید؟ یک مسئله علمی آقا یا دلیلی داره که وجود داره یا دلیلی وجود نداره دیگه، با هم به نتیجه میرسید. این سبک سرچ کردن، ریسرچ کردن، یه مقدار سبک ریسرچ کردن متأسفانه است. حالا بیاین فکر کنیم که اصلا علمم ثابت کنه که نظر داروین هست، آیا یه مسلمان قبول میکنه حاضر که پا بذاره روی قرآن که بگه آره عزیز. خب نیستش، تموم شده، پس این حرف شما ارزشی نداره. پس نه، اصلا اینطوری نیست. من برای شما دلایل علمی آوردم، حداقل دلایل از غیر، حداقل از دلایل از دانشمندان و پروفسورهای غیر مسلمان آوردم. شما دلیل از یک دلیل قضیه جناب موحد. آره نه، پروفسورهای دانشگاه آریزونا شبه علم، شما عالم. بفرمایید، خواهش میکنم آقا رضا. سلام به موحد عزیز، خوب هستین شما؟ علیکم سلام به آقا رضای عزیز، الحمدلله من خوبم. سلامت باشی، خدا رو شکر. جناب موحد عزیز، من یادتون باشه در مورد بحث تکامل آخرین بار با هم که صحبت کردیم، بعد من هی در به در دنبال لایو شما بودم که بیام بالا که دیگه الان موچتون گرفتم اومدم بالا. بعد اینکه جناب موحد، من حالا برای بحث تکامل داروین رفتم، حالا یه سری دنبال منبع گشتم، بعد به یک دوره آموزشی برخوردم که از یک استاد دکترای ژنتیک بود در موردش صحبت میکرد، بعد حالا متاسفانه نتونستم توی کلاس شرکت کنم، اما حالا جدا از اون میخوام اگه بشه یه وقت دیگه، حالا یه هفته دو هفته دیگه زمانش مشخص باشه. در تایید نظریه داروین بوده یا در رد نظریه داروین بوده که میخواست شرکت کنی؟ به تاییدش بود. چرا میخواید یه در تایید، چرا نمیرید تو کلاس هایی که در رد نظریه داروین هست شرکت کنید؟ خب چون من خب اول همین کارو کردم، یه اومدم خدمت شما اساساً، دیدم یه سری سوالات هستش که ما که عالم برای خود عالم ژنتیک نیستیم. اگر میخواید تو کلاس شرکت کنید، نظر من این هست. خب یعنی روش منتقی، این روشی که الان شما دارید میرید روش متعصبان است. یعنی شما نظر من این هست، شاید من اشتباه میکنم، نظر متعصبانه این هست که من تمام راههایی رو که فکر میکنم میتونم عقیده طرف مقابلم رو زیر سوال ببرم میرم و بقیه راهها رو نمیرم. شما یه نظریه داروین هست و میدونید نظریه داروین چیه. نظریه داروین منتقدانی دارند و به همین دلیل هم هست که نظریه داروین نظریه است، همچنان بعد از این همه مدت همچنان نظریه است، تبدیل به یک فکت نشده، تبدیل به یک در واقع یک فکت دیگه، حالا فارسی چی میشه، حقیقت یا چی، تبدیل به یک نشده. خب یک نظریه است، قانونه، فرگشت که فکته، اون نچرال سلکشن یا انتخاب طبیعیه که تبدیل به نظریه شده. فرگشت فقط فکت نیست، فرگشت تا همین الان نظریه است، نظریه فرگشت. هیچ کسی، شما حتی یک جا نمیتونید بیارید که بگید این فکته، هیچ وقت تبدیل به فکت نشده و گپ های بزرگی داره، اساسیات اشتباه، یعنی سوالات اساسی بزرگی درش وجود داره که خیلی دارن نمیتونن بهش پاسخ بدن، حتی کسانی که معتقد هستن بهش، خیلی زیاده درش. من جفتشو مطالعه کردم، یه دونه مستندم درست کردم، شاید نزدیک سال مثلا 2017 مثلا تقریبا، شاید 16 درست کردم در موردش، هر دو رأی ها رو آوردم و بررسی کردم. اون چیزی که من به نظرم میاد این هست که فرگشت نادرسته. خب یعنی داروین اشتباه کرده در این نظریه و متأسفانه هم این رو نمیگم، یعنی میتونه یک شخص مسلمان باشه و معتقد به نظریه داروین در خیلی از موارد باشه، یعنی در واقع معتقد به نظریه انتخاب طبیعی باشه. خب ولی نه، من خودم که رفتم دوتاشو چک کردم، دوتاشو بررسی کردم و آرا رو بررسی کردم، میرم که نه، مثل این که واقعا نمیتونه پاش رو از نظریه فراتر بگه، نظر داده داروین، یه نظریه است و اشکالات بسیاری داره و من خوشحال میشم اگر شما برید اون ورش هم ببینید. خب من راستی بخواین منبع علمی و درست حسابی که بخواد داروین رو رد کنم تا حال پیدا نکردم، حالا اگه شما لطف کنیم مثلا من دایرکت کنیم، من حتما یه بررسی میکنم. عمدتا شبه علم و حرفای نظرات شخصی یه سری دیندار بوده که کلی سوگیری تاییدی داشته،
اگه لطف کنید دست لینک نکنید. یه چیزی واسه شما بفرستین برای سرچ من. نکردید، شما سرچ نکردید در موردش. من الان براتون یه سرچ کردم، مثلا الان همین الان فقط سرچ کردم. خب میخوام بگم شما، میخوام با احترام بهتون بگم شما متعصبانه برای اینکه فکر میکنید نظریه داروین میتواند دلایل قرآن رو و اعتقادات قرآن رو زیر سوال ببرد، شما فقط به اون سمت اونقدری که شما میگید من ندیدم اصلا کسی مخالف، من رو بتون نشون بیاد از خب ببینید، اگه داروین، حالا من الان نیومدم بالا که در مورد داروین بحث کنیم، ولی دین یک رو سری میتونید از حیوانات هستن توی دین رو میتونید طبیعت که اصلا با یک سری خلقت اون الله مغایرت دارن. ویکی‌پدیا رفرنس علمی و درست حسابی نیست، ولی خب میتونیم ازش دید داشته باشیم. خب نه، رفرنس میتونه داشت، رفرنس علمی اتفاقا، چون که اینجا منابعش داشته باشیم. آره میگم، تک تک من، شما میگید نیست، بگید نگشتم، بگید نمیخوام پیدا بکنم کسانی که نظری داروین رو رد کردن. هیچ کدوم از نه، این موارد رد کردن با حرف نیست. نه رد کردن، شما که نمیتونه فسیل ها رو با حرف رد کنی، یا علم ژنتیک رو که هیچ کدوم از اینا مسلمان نیستن یا بر اساس دین نیومدن چیز کنن. موارد عنوان شده برای رد فرگشت فقدان مشاهده در مورد فسیل ها صحبت کرده، در مورد اختلافی که بین دوزیست ها وجود داشته و دیگر گونه ها، شواهد نامطمئن اومده توضیح داده در موردش، و کسانی که میبینید اینا همشون کتب زیست شناسی هستن که دلایلی آوردن در این که آقا این مشاهده در واقع نظریه داروین رو رد کردن بر اساس نظریه زیست شناسی، یعنی جاناتان ولز که مسلمان نیست که بخواد بر اساس رفتی ده شد، یک زیست شناس مولکولیه که اومده تو کتابش چیز کرده. گاه شناسی وقایع نگاری نامطمئن داره دلایل اصلیش رو میبره، و دلایل دانشمندان مخالف. بعد یکی یکی من دلایل دانشمندان مخالف اومده تو سمیناری در دانشگاه شیکاگو، بر اساس این در این سال این متخصصین اومدن، بعد شما هیچ کدوم از اینا رو میگید نیست، ندیدم. نظریه های مسلمانان متعصبه، یعنی کدومشون نظریه مسلمانان متعصبه؟ و بعد حتی در موردش من اینو قشنگ یادم، خودم کار کردم، خودم تو مستندی گفتم استفاده کردم ازش، مستند گشایش رمز زندگی بر اساس نظرات شمار بالایی از دانشمندان غربی به ویژه آمریکایی میپردازد که با بکارگیری استدلال‌های علمی تجربی و حسی با مخالفت و نظریه داروین پرداختند. یکی یکیش میاد علمش بررسی میکنه، و در نتیجه میتونید تشریف ببرید و تک تک اینها رو هم اگر میتونید انگلیسی بخونید بررسی بکنید. نظریه داروین رو شما متعصبانه به عنوان یک خدا نشناس، نظریه داروین رو متعصبانه دارید بهش نگاه میکنید، بهش علمی نگاه نمیکنید. دوست دارید بیاید به من ثابت کنید به عنوان یک مسلمان، میگید من موچی تو اومدم بگیرم. چرا موچ منو میخواید بگیرید؟ یک مسئله علمی آقا، یا دلیل میاری که وجود داره یا دلیل وجود نداره، دیگه با هم به نتیجه میرسید. ولی این سبک ریسرچ کردن یه مقدار سبک ریسرچ کردن متعصبانه است. حالا خب باشه، بیاین فکر کنیم که اصلا علمم ثابت کنه که نظر داروین هست. آیا یه مسلمان قبول میکنه حاضر که پا بذاره روی قرآن که بگه نه. آره خب نیستش، تمام شده، پس این حرف شما ارزش نداره. پس نه، اصلا اینطوری نیست. ببینید، علم یک در واقع بر اساس مشاهداتی که متغیره. تو همین چند صد سال قبل، تا همین هزار سال قبل، یعنی تا نیم قرن تقریبا بعد از رسول الله علیه السلام، همه متخصصین، همه در واقع باورمندان در واقع علمی بر این معتقد بودند که زمین محور عالمه و خورشید و ماه و ستارگان دورش دارن میچرخن. حالا اون وقت خداوند متعال چیز دیگه میگه. خب خدا نمیگه خورشید داره حرکت میکنه باعث شب و روز میشه، قرآن مشخصه. اون چیزی که الان ما به عنوان علم میدونیم هست. حالا ما کسانی که میخواستن بر اساس قرآن چی گفته؟ حالا موضوعمون نیست دیگه، میتونیم یه روز درمش بحث کنیم. کسانی که اون دوران معتقد بر این علم بودن که زمین مرکز کره، مرکز دنیاست و خورشید و ماه، ستاره ها، سیاره ها دورش میچرخن، باید اونجا میومد
کافر میشد به اسلام، میگفت خب نه بس اینجا خدا جایی نگفته من کافر میشم به اسلام، چون که مشخصا علم داره چیز میگه، نه علم اشتباه میکنه، علم جا برای اشتباه کردن وجود داره، ولی ولی و ولی تا الان هیچ نظریه علمی نیومده که با قرآن مطابقت داشته باشه، هیچ فکت علمی نیومده که با قرآن مطابقت داشته باشه. من همین یه دونه بهتون بگم، بفرمایید. هزار تا بهتون میگم. در قرآن اومده که قلب مرکز تفکر است و به قلب داخل سینه هم اشاره کرده. ما همین الان ما دلایل بسیاری داریم، دلایل بسیاری داریم که احساسات ما، عواطف ما با قلب ما در ارتباط هستند. به همین دلیل هم هستند که بیماری های قلبی بر اساس احساس ناراحتی هایی که ما به وجود میاریم، و یکی از اتفاقا میگم جناب موحد، درست جناب موحد، احساسات ما با تمام بدن ما در ارتباط هستن. شما وقتی استرس میگیری قدرت فوق کلیویت فعال میشه، مثلا هورمون کورتیزول ایجاد میکنه. خب خدا میتونست بگه ما با کلیه تفکر میکنیم، اگه اینجوری نخام تفکر میکنه عزیز. نشون میدم دیگه، در علمی دارید میگه، من بهتون دلیل علمی نشون میدم. ما یه سندروم داریم به اسم سندروم قلب شکسته. خداوند در قرآن نمیفرمایه ما با قلبمون احساسات میکنیم. سندروم قلب شکسته چیه؟ به عنوان اسمش قلب شکسته باعث چی میشه؟ به خاطر استرس باعث چی میشه؟ باعث میشه که ما حالا بهتون نظر علمی چیز بگم که انواع بیماری های قلبی موقتی است و در نهایت باعث دچار اختلالات توی پمپاژ و خون رسانی میشه. خب broken heart. آیا پردازش، آیا پردازش احساس مثلا خشم و ناامیدی و اینها در قلبه؟ خدا نگفته. خدا نگفته. چرا گفته؟ اصلا گفته و قلبهایی که تفکر نمی‌کنند. نه آخه ما با قلب ما دیگه نه حرف. ببین شما موبایل شما الان داری حرف تو دهن خدا میذاری. من که شما باید دلیل بیاد اگر اینطوری هست. من حرف دهن خدا نمیذارم. من آیه قرآن دارم به شما میگم. ما آیه قرآن دارم میگم. با قلبمون افراد، ما با قلبمون ایمان میاریم. ما با قلبمون افراد رو دوست خواهیم داشت. ما با قلبمون، قلب فقط این نیست که یک اصطلاح جناب موحد، مثل میگه من دلم تنگ شده، دلش که تنگ نشده که، من که دلش تنگ نشده. من اصطلاح نمیگم، من اصطلاح میارم. من قضیه ایمان داریم در مورد علم. ایمان هم یعنی شما به چیز معتقد باشی دیگه، که خونم کاملا در مغزه. سندروم قلب شکسته چیه؟ اون اسمش قلب شکسته است جناب موحد. از کجا سندروم یعنی چی؟ شما برای من توضیح بده سندروم یعنی چی؟ شما در موردش خوندی تا الان؟ سندروم چی؟ در مورد سندروم قلب شکسته؟ انقدری خوندم از مغز که میدونم آقا پردازش احساسات ما در لیمبیک مغز ما هست، در وقت داغ مغز ما هست که بخش لیمبیک هم کارش پردازش حس بویایی، حافظه بلند مدت، احساسات، یه بخشی از بازی، بخشی هست از جای چشم ها شروع میشه، شروع میشه تا فرق سرگی بهش میگن کورتکس، که اونجا کارش تفکر منطقی، استدلال، صحبت کردن، تصمیم گیری و حرکت هستش. و مگه اینکه شما بخواید بگین این 80 خورده این میلیارد سلول توی جمجمه ما فقط یه مش چربیه، خدا هم همینجوری گذاشتهش اونجا؟ نه اینجوری نیست. ببینید ما یه دستگاه به اسم پت اسکن، خب من بهتون قشنگ بگم روش علمیشو که چجوری کار میکنه. یک سری نمیدونم پوزیترونایی هستن که مثلا یه چیزی مثل الکترون با بار مثبت، اینا به بدن تزریق میشه، میره توسط مغز جذب میشه. بعد مثلا به شما یه سری فیلم ها نشون میدن مثلا ترسناکه، یه بخش از مغز شما که شروع میکنه به فعالیت و اونجا تداخلات الکتریکی زیاد میشه، اون پوزیترونی که بارش مثبت بوده با اون بخش از مغز شما که شروع میکنه به فعالیت که بارش بار منفی اونجا بیشتر میشه، اینا با هم دیگه برخورد میکنن، یه اشعه گاما در دو جهت مخالف ایجاد میکنن. بعد شما میری وارد دستگاه پت اسکن میشه، یک حلقه 360 درجه دور شما قرار میگه، با توجه به این که یک نداره، والا به خدا اگر تو این قضیه کاملا داره اینا موحد، اینا متد روز دنیاست. من در تایید حرف خودم گفتم ما سندروم قلب شکسته داریم که به خاطر احساسات ما قلب دچار مشکلات میشه و به خاطر همین درست.
خب درست شما میگید نه این اسمش رو فقط گذاشتن قلب شکست، سندروم قلب شکسته. من خب از شما باش سوالم باش اینه، شما از کجا بفهم میدونید؟ شما که برای اولین بار بود این اسم رو میشنیدید، چرا لج میکنید؟ عزیزم، چرا چیزی که جناب ندیدید موحد الان خودش اصلا، میکنید؟ نه نه ببینید اصلا اینجوری نیست. ببینید داره میگه با قلب تفکر میکنه، اگه اینجوری استرس روی آرتروز زانو هم تاثیر داره، استرس روی اون قد فوق کلیوی هم تاثیر داره، استرس روی معده هم تاثیر داره. بس اگه اینجوری فقط بابا معده هم استرس نیست، تفکر فقط میکنه استرس دیگه، دلتنگی روی هر چیز هر احساس دلتنگی دیگه. روی قلبه تاثیر داره، چی؟ دلتنگی روی قلبه تاثیر داره. قلبه کل زانو آره ما هر چیزی قلب میتونه تاثیر داشته قلبه باشه، آره معده. میتونه در گردش خون، در فشار خون تاثیر داشته باشه، در چرا اینو دارید میگید؟ یه دلیل علمی برام بیاد توی این زمینه. مثلا دارم میگم آروم میده که تاثیر میذاره، شما من بگید استرس رو دلتنگی میده روی تاثیر معده، میذاره. دلتنگی که باعث سندروم قلب شکسته میشه، وقتی ما به یه چیز دلتنگ میشیم روی معده ما تاثیر. شما دلتون برای یه نفر تنگ میشه، یا مثلا این چیز میگن یه نفر که از دست شما میده، استرس داشته باشید رو پوست صورتتون تاثیر میذاره، من دارم میگم دلتنگی، شما میگید استرس. من نمیدونم با چه زبانی هر باهاتون چی باید برم. نیا کنم. بحث احساسات، بحث دلتنگی که من یه مثال عرض کردم، در قرآن اومده که آقا ما با قلب فکر میکنیم، ولی الان هر آدمی میدونه که آقا ما با مغز فکر میکنیم، درسته؟ یا میخوای یک ما ایراد دیگه من از قرآن بیارم، ایراد درون دینی بیارم؟ نه نمیتونید این ایراد رو بیارید روی همین مسئله بیارید. نمیتونید نیست ایراد درون دینی بیاد برید خب سراغ این که ایراد دیگه همین خب به قضیه رو بنبست بخواید خوره. من میگم چیز بکنید. شما از تأثیرات مغز روی بقیه نواحی بدن داری صحبت میکنی، من دارم میگم آقا آدم با قلبش فکر میکنه یا نه. یعنی من اگه این قلب رو وردارم مثلا و زنده باشم، حالا هر طور شده، مثلا با یه دستگاه پمپ باشم، آیا میتونم فکر کنم؟ آیا میتونم احساسات داشته باشم؟ بله، جواب بله است. ولی از کجا ای؟ میدونید؟ آیا اگر از مغز کجا دارید اینو جان؟ میگید؟ از کجا دارید میگید؟ مثلا مستندات زیادی هست، خب بله 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 ازش داکیومنتری هم ساخته شده. حالا اگه میخوام من بازم بهتون نشون بدم، من دوستم نشون بدم، شما هیچی من نشون نمیدید. خب این که حالا دسترسی به چیزی ندارم. عملهای قلبی اتفاق افتاده، خب عملهای قلبی اتفاق افتاده که قلب یک نفر رو در سینه یک نفر دیگه گذاشتن و شخص مرگ مغزی بوده، بعد از اینکه این اتفاق افتاده عواطف اون شخص، دوست داشتن های اینو اون من شخص نشنیدم. این نشنیدید، صرفاً این این صرفاً نشنیدید، روی چند نفر انجام شده؟ چرا چرا؟ این خونه یافته های معتبر علمیه. بوده، آزمایش شده، معتبر آره بوده. آیا مطالعه علمیه. دیگر متغیرها هم مورد بررسی قرار چرا گرفته؟ میکنی شما نه دانشمندی بقیه دانشمندا نمیدونن دیگر متغیرها رو هم هر وقت که حرف شما خب برمیاد ام نداری لینکش واسه من ببخشید بفرستید. که دید اوکی ببخشید که دانشمندا نیومدن بر اساس نظریات شما لینکش رو واسه بعد من بفرستید، اگه شما واقعی بود من مسلمان یه میشم. چیزی رو که قبول ندارید به زور میخواد قبول نکن، میگه آ میگم من میگم خب فکت نه های علمی قبول نظریات داشتن بر چه علمی معیاریه؟ میگم بر اساس این هست که یک سری دانشمند خیر سرشون رفتن یک تحقیقاتی انجام دادن، بعد بر اساس اون تحقیقات مستنداتی دارند و شما میگه آیا بقیه متغیرها هم در نظر آقای موحد، هر دانشمند نیومدن با شما حرفی مشورت که شما کنند؟ بعد از هر حرفی که شما بعد از عبارت اخیرا دانشمندان پژوهش های انجام دادن که بیارید، که نشد دلیل، که نشد مدرک، نشد سند. من دارم میگم آقا دانشگاه مثلا کینگز کالج لندن که خود آقای بهرامپور توی اینترنت سرچ کنید، مدیر مؤسسه بیشتر از یک هستن، خود ایشون دانشجوی کینگز کالج لندن هم. تو خود من یه سایت نمونه بهتون نشون میدم، بذارید حالا من فکت نشون، شما هیچ فکتی من نشون نمیدید. خب نمونه های خیلی زیادی وجود داره، من یه نمونهش رو روزنامه دیلی میل رو نوشته، اگر میخواد خودتون هم برید سال 2008 ده چهار، زنی با مرد جوانی عروسی کرد، این مرد ملحد بود و بعد از چند سال به سبب همین الحاد از زندگی بیزار شد و گلوله به مغز خود شلیک کرد و خود را کشت، اما قلبش سالم خب بود. بیا قلب همینجا داره یه سوگیری میکنه دیگه. خب خوبه دیگه، اون بنده خدا به غیب وصل بوده، فهمیده طرف فقط به خاطر ملحد بودن و مغز خودش شلیک کرده دیگه، باری کرد. یعنی آقا مثلا دیگه متد و روانشناسی و اینا، دارم از روزنامه میخونم، من دارم روزنامه است دیگه، روزنامه است، روزنامه دارم، روزنامه دنبال ویو، روزنامه یک روزنامه دنبال ویو. یعنی شما به نظرتون نمیتونه یک جایگاه افتخ در قلب آقا موضوع ما این نیست. چرا دارید ادای داشی بازی در میاری واقعا دیگه؟ این کارا دی کارا من بلهدی نمی کارا نمی کنم، من دارم یه مطلب رو از دیلی میل برای شما میخونم، بذار حرفم تمام کنم دیگه.
بفهمید. گلوله‌ای به مغز زد، خلاصه خودش رو کش. موضوع اون آخه این نیست، خودم میدونه موضوع اون چیز دیگه است، داره وسط چیز دیگه میگی. اما قلبش سالم بود، دکترها قلبش رو خارج کردن، در سینه این مرد مؤمنی گذاشتن که قلبش از کار افتاده بود، مریض و بیمار خوب شد در واقع و از خانواده تشکر رفت دوباره کارش و بعدن به طور تصادفی بیوه همان مرد مورد را دید و احساس کرد که 100 سال است که عاشقش است و نمیتونه بدونش زندگی کنه. خلاصه با اون این مرد مؤمن دیگر ایمان سابق رو نداشت، کم احساس الحاد به او دست داده بود، تا حدودی این حس رو مخفی میکرد. بلافاصله خلاصه تا آخرش احساساتش باعث شده که دوباره با همون شخص قبلی زندگی بکنه و مسئلهش هم این بوده که برمیگرده به عقیده سابقش. خب تمام وادی فقط یه داستانه، همین من میگم یه رفرنس علمی بیارن که با فلان دستگاه که دستگاهش اینجوری کار میکنه 350 مثلا فلان نفر رو آوردن. من براتون میفرستم شما استوری کنید. اوکی من براتون نه من براتون مقاله علمی از سایت هایی مثل نیچر و ساینس میارم یا هر کینگ سالج لندن، شما استوری کنید اوکی اگه واقعا درست بود براتون دایرکت میفرستم دیگه، انشالله که چک میکنید. آقا بلش کن، یه ایراد درون دینی بیار بیارم درون دینی. من میرم یه ایراد درون دینی بیارم یا نه، یه جا میشه که بگید من دیگه کم آوردم. آقا سرچ کنید، این اسم رو سرچ کنید، لیندا مارکس روانشناسیه که 20 ساله داره روی کسانی که تعویض قلب داشتن تحقیق میکنه. من نمیدونم با آقا رضا بررسی کرده که بقیه موارد رو هم بسنجه یا نه، این روانشناس ببخشید اگر با شما چیز نکرده دیگه، شما ببخشیدش. من دیدم کسانی که قلبشون عوض شده تغییرات عاطفی ژرفی داشتند. پروفسور گری شواتس از دانشگاه آریزونا و خانم لیندا راسک از همان دانشگاه ثابت کردند که قلب قدرتی دارد که این توانایی به قلب اجازه می‌دهد معلومات را حفظ کند، سپس حافظه کند. پس حافظه فقط در مغز نیست. خب این اسم‌ها رو خودتون بگیرید، سرچ کنید و برید مطالبش رو زبان می‌تونید فکر کنم این بعد به زبان. من این لایو دوباره می‌بینم. خب و همچنین هم عاطفه، هم تفسیر، هم در واقع احساسات. هر ستای اینها من برای شما دلایل علمی آوردم، حداقل دلایل از غیر، حداقل از دلایل از دانشمندان و پروفسورهای غیر مسلمان آوردم، شما دلیل از یک دلیل قضیه. جناب موحد ببینید اجازه بدید یک من الان یک ایراد درون دینی بیارم. چرا نتونست این ایراد قبول کنید که این ایراد رو؟ نه 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 ببینید اینها علم نیست عزیز من، علم باید دیگه به طور روشش رو برای من توضیح بده. گوش کنید این علم نیست. آقا دیگه اسم یه دانشگاه بیاره، اسم چارت انگلیسی بیاره میشه علم؟ اسم چارت انگلیسی بیاره میشه علم؟ آره نه، پروفسورهای دانشگاه آریزونا شبه علم، شما عالمید. بیا عزیزم اونجا اسمش آریزونا. بیا شل کن عزیزم. آقای موحد الان اجازه بده خواهم، میخوام یه قول ازتون بگیرم. بفهم یک چند وقتیه، یه هفته دو هفته دیگه من بهتون دایرکت میدم، یک لایو با هم دیگه بذاریم در مورد کارکرد مغز و فریب‌های دین و از اینجور موارد. من دایرکت هم نمیتونم چک کنم، اما هر وقتی که شما تشریف آوردید، خب امروز اومد بالا میخواد گفتی من ماشی تو رو گرفتم. نه حرفامون میخوام خیلی خب، چون حرفام خیلی عمیق و طولانیه و اینجوری خلاصه. والا ما به خدا اگه از شما حرف عمیق شنیده بود، ولی هر وقت تشریف آورید قدمتون به روی چشم. حالا خیلی خوب باشه، فقط با آقا ساسان نگه باشه بیده. خدا نگه.